سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوشحالیم که دوباره در کنار شما هستیم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که دوباره به ما این فرصت رو اعطا کرد، این بستر رو فراهم سازی کرد که ما بتونیم در کنار شما دوباره این علم رو گسترش بدیم، با هم به اشتراک بذاریم و به هم کمک کنیم توی این زمینه تا این خانواده زنبورداری کشورمون و جهان افزایش پیدا کنه و باعث شه که یک تاثیر مثبتی توی جهان بذاریم و لذت ببریم کنارم. بچه‌ها یه قولی داده بودیم بهتون، البته خیلی وقته، میدونیم خیلی وقته، یه قولی داده بودیم در رابطه با تولید ژل رویال. دوستان درسته که یه ذره طول کشید قولمون، اما خواستیم یک آموزشی واسهتون بذاریم که کاملا کاربردی باشه و واقعا ازش جواب بگیرین، یعنی یه جواب با درصد بالا بگیرین. بالاخره خدا رو شکر این فرصت درست شد تا ما باشیم کنارتون. دوستان من امروز اومدم که اول وسایل مورد نیاز تولید ژل رویال رو بهتون بگیم، یک پیش زمینه ای داشته باشیم در مورد تولید و همچنین ساماندهیش هم که آقا حسام خودش بعد از این ویدیو ایشالله اونم ضبط میکنیم و میذاریمش. خیلی دوستتون داریم، بریم ببینیم چه وسایلی میخواد. دوستان اولین مورد تولید ژل رویال یک کندوی مناسبه. کندوی مناسب از چه لحاظ؟ از لحاظ تعداد قاب، از لحاظ میزان شفیره و از همه مهمتر جمعیت مناسب. دوستان یعنی شما واسه این که بخواین یک جواب عالی بگیرین حداقل کندوتون باید 10 تا 15 قاب جمعیت داشته باشه. صرفا وجود قاب مهم نیست، 10 تا 15 خب جمعیت زنبور داشته باشه، تغذیه مناسب داشته باشه داخلش، بنزه کافی گرده گل، عسل، شفیره سربسته، لارو جوان و لارو سمبالا داشته باشه. دوستان پس اولین مورد کندویی رو انتخاب کنین که 10 تا 15 خب باشه و جمعیت مناسب داشته باشه که شما بتونین ازش استفاده کنین واسه تولید ژل رویال. دومی موضوع، میریم سراغ وسایلش. یکی از مهمترین وسایلش داشتن یک طبق بزرگ. دوستان حتما باید شما طبق بزرگ داشته باشین چون اصولا زنبور حالش بهتره برای رفتار با طبق بزرگ، به خاطر همین که بتونین قابای پایین و بالا رو با هم موقع ساماندهی بتونین طبق از پایین قاب بکشین برای بالا و این ساماندهی اجرا کنین روش. دوستان یکی دیگه از مهمترین وسایل مانع ملکه. دوستان نباید ملکه از پایین به بالا انتقال داده بشه، نباید بتونه رفت آمد کنه. اگر تخم ریزی در بالا ایجاد بشه کلن پروسه تولید ژل رویالتون تمومه، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته. دوستان پس شما یک طبقه بزرگ، دو یک مانع. مانعهای ملکه اصولا توی بازار هستن، میدونم اینو شاید شما راحت باشین کندوهاتون مستطیل و بزرگ باشه. مانای ملکه تولیدی بازار همشون مستطیل و بزرگن، یعنی واسه کندوهای بزرگ حساب میشن. ما چون که کندوهامون مربع هستش همون مستطیل بزرگا رو گرفتیم، ولی خب میتونیم ببرینش، فقط باید حواستون باشه موقع برش حتما کیپ تا کیپ زیر طبقو تشکیل بده. و اینکه شما میتونید واسه راحتی کار، دیده شده که دوستان میان ورش میدن جابجا میکنن، ولی میتونید واسه راحتی کار زیر طبق میخش کنید، راحت به راحتی میتونید انجامش بدید. خب این تا اینجای کار. حالا ما میخوایم مثلا تولید ژل رویال کنیم، این ژل رویال زنبور تو چی میخواد بزنه؟ سلول تولید ژل رویال. دوستان بذاریم بهتون، چون این رنگی نیست بهتون توضیح میدم چرا این رنگی. دوستان ما یه خشابای تولید ژل رویال داریم، سلول که اصولا فکر کنم 37 یا 38 35 یا 37 تایی هستن که ما واسه کندوهامون چون که مربع هست قاباش کوچیک‌تر است، اینا رو برش دادیم و به این چوب‌ها وصل کردیم. شما میتونید با خرید اینا، البته اینا تمیز هستن، میتونید اینا رو بخرید بر اساس تعداد نیازتون، ولی شما برای شروع کار به 2 تا 3 تا کافیه واسهتون. و همچنین میتونین قاب مخصوصش رو بخرید. این قاب مخصوص تولید ژل رویاله که بهش خشاب‌ها وصل میشه به همین راحتی، به همین شکلی. و این چوبا رو هم همراهش داره، شما دوستان میخواین بخرین حواستون باشه. یا اینکه اصلا شما دوست نارین بخرین، یا اصلا خب دوست دارین صرفه‌جویی کنین، میتونین روی یه قاب معمولی زیر این قاب ببندینش باسیم، یا زیر خود پایش، یا اینکه وسطش رو میتونین یه چوب بزنین داخلش استفادهش کنین. دوستان به راحتی تمام. این از این. حالا بعدم بهتون توضیح میدم چرا اینا زرد هستن. یکی دیگه تو جیبمه
بهش میگن سوزن، سوزن برداشت لارف یا سوزن چینی، یه همچین چیزیه دوستان. نگاش کنین، این سوزن رو من توی بخش پیوند زدن کامل بهتون توضیح میدیم که چجوریه این سوزن رو. الان نیازی نیست، فقط بدونین که نیازش دارین. و همچنین دو تا وسیله دیگه هستش به نام، یکی این که قاشق برداشت یا همون کاردک برداشت ژل رویال از داخل سلول ها، و همچنین پنس برای برداشتن اون لارو ریز. اگه دوستانی که خب خیلی دوست نرن لارو همراه با ژل رویال باشه، میتونیم با اون پنس ازش استفاده کنیم. دوستان این از توضیحات وسایل مورد نیاز. و حالا اینا چرا زردن؟ دوستان اصولا پلاستیکیه، وقتی پلاستیک باشه یه عطر پلاستیک میده و زنبور با عطر خیلی واسش مهمه، خیلی روش حساسه. دوستان شده رفتن تست کردن 3 بار 4 بار 2 بار 1 بار، چرا اینا رو قبول نمیکنن؟ چرا ما پیوند میزنیم، چرا چی میشه قبولش نمیکنه، توش اصلا ژل رویال نمیزنه؟ یکی از دلایلش همبو نبودن سلول با کندو هستش. شما میتونین، راه داره، با زدن آب شکر یا همون شربت به این و قرار دادنش توی کندو به مدت 4 روز 5 روز 6 روز این کار رو انجام بدین، کم کم دورش برای موم میزنن، موم دورش رو میپیشن و باعث میشه همبو میشه. یکی دیگه از راه های سرعتی ترش هم اینه که میتونین موم رو آب کنین، کناراش بریزین دوستان، و بازم باید این خشاب ها داخل کندوی مادری که شما سازماندهی کردین قرار بگیره تا همبو بشه، تا موم بافته بشه، تا اینو زنبور راحت تر بپذیره. دوستان یکی از موضوعات خیلی مهمی که شاید خیلی ها گفته نشده باشه، خب یادشون رفته، خب دوستان اصولا همه اون کاری که 100% انجام میشه رو میان توضیح میدن. دوستان یه صبری نیاز داره این کار، یه تعداد بارهای متفاوت باید شما تستش کنین، باید این کار رو بارها و بارها تست کنین دوستان تا به نتیجه دلخواهتون برسین. باید حداقل 3 بار 4 بار 5 بار شروع کنین به پیوند زدن تا دستتون روون شه. باید 3 بار 4 بار 5 بار سعی کنین و قرارگیری اینها، تغذیه مناسب بدین تا به مرور جواب میگیرین. اول کار شاید یکی، اول کار شاید دو تا از این سلول‌ها جواب بگیرین، ولی به مرور میبینین که 10 20 و حتی میتونین یک قاب کامل بهشون بدین دوستان. و همچنین تغذیه، یادتون نره، اینو یادم رفت، تغذیه مناسب سازماندهی، باید کیک گرده داشته باشین، چون دیگه توی این فصل اصولا توی منطقه ما یه ذره میزان شهد، میزان گرده گل کاهش پیدا میکنه. حتما و حتما کیک گرده مناسب اگر بتونین خودتون درستش کنین خیلی عالی تره، بتونین گرده تهیه کنین و با شکر درستش کنین خیلی بهتره دوستان. لطفا خودتون درستش کنین اینو، حتما استفادهش کنین، ببینین کامل ویدیو رو چند بار، این وسایل رو هم تهیه کنین. ما پله به پله هم سازماندهی، هم پیوند زدن و هم قرارگیری و فیلمش رو میگیریم، پله به پله با هم دیگه پیش میریم، میذاریم، خیلی حال میکنیم، خیلی دوستتون داریم. خدا نگهدار.